درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه امیدوارم حالتون خوب باشه امروز در رابطه با یکی از هنرمندان رقص رقصندگی بسیار بسیار ماهر و معروف و محبوب صحبت 56 هنوز انقلاب نشده بود برای زندگی به انگلستان و در نهایت به امریکا مهاجرت کرد جمیله از زندگی خصوصی خودش میگه میگه مورد کلاهبرداری قرار گرفتم و بسیاری از سرمایه و پولی که داشتم رو ادی سوجو اون رو بالا کشیدند وی میگه با سرمایه بسیار کلانی از ایران رفتم بیرون اما به خاطر اعتماد به یکی از دوستام و کلاهبرداری او تمام پولهام رو شخصی که در بانک سرمایه گذاری کرده بود به اسم خودش پولها رو واریز کرده بود و به حساب من نبود به من گفته بود که پولها رو به حساب تو واریس کردم اما پولها رو به حساب خودش واریس کرده بود و برای اینکه من اعتماد زیادی به اون شخص داشتم اون سرمایه گذاری که به اسم من نبود من نتوانستم آن پولها رو پس بگیرم و کل زحمت چندین سالم از بین رفت و اون مرد شیاد کلاهبردار از سادگی و اطمینان من سو استفاده کرد و پولهای منو بالا کشید در فروردین سال 97 یک ویدیویی از بانو جمیله منتشر شد که در یک پارکی با یک حالت مریض بسیار غمانگیز راه میرفت و و اون فیلم پخش شد و در تهران و شهرستان ها و همه جهان این فیلم پخش شد و همه از دیدن جمیله جمیله زیبا و رقصنده و هنرپیشه که در ذهن مردم جا خوش کرده بود اون تصویر رو که دیدند بسیار ناراحت شدند و بسیاری گفتند ببینی در غربت به چه روزی این هنرمند خوب دوران شاه فقید به چه روزی افتاده و چگونه داره زندگی میکنه و بعضی ها میگفتند کاری کنیم که برگرده به ایران و در اینجا زندگی کنه و خیلی از بزرگان سینما مثل بهروز وسوقی همچون جمیله در خارج از کشور با عشق وطن زندگی میکنند چندین بارم شایعه فوت با روی جمیله رو پخش کرده بودن که در سال 98 خبر فوت جمیله در 73 سالگی منتشر شد اما ساعتی بعدش آزیتا ارباب دختر جمیله خبر فوت مادر رو تکسیب کرد و گفت مادرم در سلامتی کامل به سر میبره در حال حاضر هم جمیله در امریکا زندگی میکنه در کنار دخترش آزیتا ارباب هست به دلیل اینکه سر وقتی بالا میره هنرمندان هم از این امر مستثنا نیستند و به دورانی میرسند که باید استراحت کنند و کار هنری هم نمیتوانند انجام دهند اما مسئله دوری و فشار روحی هم تأثیر بسیاری بر روحیه هنرمندان میگذاره با آرزوی سلامتی برای تمام هنرمندان خصوصا بانو جمیله این مختصری بود از زندگی و بیوگرافی خانم جمیله که تعداد زیادی ایمیل زده بودند که درباره ایشان مطلب گفته بشه با سپاس اگر دوست داشتید شیر کنید لایک کنید و کامنت بذارید تا دیگران هم این مطلب رو درباره خانم جمیله ببینند و آگاه بشن با سپاس از شما